سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. برنامه نویدی بومدادی رو برای امروز 17 دکبر تقدیمتان میکنم. ساعت در دوشنبه 11 امروز در برنامه. با دست تحریر قانون کاری ادوکات ها آسان می شود. پنتاگون گفت روسیه سلاح زیدمهوارای آزمایش کرد. بازداشت یک رئیس جماعت در اسفره با اتهامی گرفتنی پورا. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول یک طرح ادوکاتهای تاجیک را از گرفتن اجازتنامه برای ملاقات با گمانبر شده ها، عیبدار شونده ها و یا سود شونده ها آزاد نمودند. تا این دم ادوکاتها قبل از ملاقات با زیرحمایه خود از مقامات تفتیشاتی و یا دادرس رسما اجازه می گرفتند. چنین شیوه کار بارها باعث نگرانی حامیان حقوق گردیده است. قبول این طرح در حال صورت می گیرد که ادوکاتهای تاجیک بارها از مشکل دسترسی به زیرحمایه خود اظهار نگرانی نمودند. برخی از آنها میگویند هرچند قانونگذاری ادوکاتها را دقیقا موظف نکرده است که پیش از ملاقات با گمانبران جنایت از مفتشان و دادرس اجازتنامه گیرند، ولی چنین طلبات پیوسته از سوی مقامات تفتیشاتی و دادگاهی صورت میگیرد. مؤلفان این طرح گفتند قبول این طرح قانون کاری ادوکاتهای کشور را در دسترسی به زیرحمایه خود آسان میکند. موضوع را علیشر ظریفی و شهلای عبدالله پیگیری کردند. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول یک طرح ادوکاتهای تاجیک را از گرفتن اجازتنامه برای ملاقات با گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده آزاد نمودند. تا این دم ادوکاتها قبل از ملاقات با زیرحمایه خود از مقامات تفتیشاتی و یا دادرس رسما اجازه می گرفتند. این حالت باعث می شد که عیبدار شوندگان برای مدت نامعین از حمایت وکیل محروم مانده، به گفته وکیلان گاهی مورد شکنجه و اقرار مجبوری قرار می گرفتند. همچنین وکیلان می گویند روند تفتیش نابرابر و ناعادلانه جریان می گرفت. مسئله آزاد نمودن ادوکاتها از گرفتن اجازتنامه روز 16 دکبر در جلسه نوبتی پارلمانی هنگام قبول تغییر و اضافه‌ها به قانون درباره ترتیب و شرایط در حبس نگاه داشتن گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده صورت گرفت. اقتصادی برنامه‌های اصلاحات سودی حقوقی در جمهوری تاجیکستان در سطح مکمل سازی قانون‌گذاری مرافعوی جنایتی تاجیکستان و مطابق گردانی این سمت و معیارهای بین‌المللی اعتراف نمودی تاجیکستان تهیه شده است. مؤلفان این طرح میگویند چنین دیگرگونی در قانونگذاری میتواند کاری ادوکاتهای کشور را در دسترسی به زیرحمایه خود آسان نماید. قبلا در کودکس مرافع جنایتی جمهوری تاجیکستان در همین قانون با پیشنهاد تنها اوردر و شهادت نامه ادوکاتی روح داده شدن ادوکاتها مشخص نبود. که با ورود نمودن یک جمله به قسم دوی ماده 49 اضافه کردن یک جمله و طبق لایحه مذکور اویدی ورود نمودن تغییر به این قانون این چیز مشخص کرده شده است که من بعد ادوکات ها می توانند با پیشنهاد اوردر و شهادت نامه ادوکاتی با عیبدار شونده گمانبر شده و سود شونده های و محکوم شده ها به ممنونیت ملاقات نمایند. قبول این طرح در حال صورت می گیرد که ادوکاتهای تاجیک باروها از مشکل دسترسی به زیرحمایه خود اظهار نگرانی نمودند. برخی حقوق شناسان بر این نظرند که با وجود قبول این لایحه چندان باوری ندارند که آن از سوی مقامات تفتیشاتی رعایت شود. همان پیش رنگ پیشتره با قانون شکنی خی دوام میکند. یعنی ادوکاتها را محدود میکنند، با یگان بهانه میکنند، با رخصت نمیتیان. سازمان های حامی حقوق انسان میگویند سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. سال 2017 تاجیکستان قرار کرد که تنها شخصان حق فعالیت ادوکاتی دارند که اجازت نامه بگیرند. اجازه کار به وکیلان دفاع پس از سپردن امتحان داده می شود. دو سال پیش بعد از امتحان وزارت عدلیه تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت را از دست دادند. حالا حدود 800 نفر مقامی وکیل مدافع را صاحب شدند.
سالی جاری در تاجیکستان استحصال گوشت و تخم مرغ افزایش یافته است. بنا به معلومات وزارت کشاورزی در 10 ماه سال جاری در کشور نزدیک 23000 تن گوشت مرغ استحصال شده است که نسبت یک سال پیش حدودی 2% بیشتر است. همچنین در این دوره تقریبا 786 میلیون دانه تخم استحصال گردیده است که نزدیک 40% زیادتر است. طبق حساب ها حالا در تاجیکستان 170 کارگاه مرغ پروری فعال است که در این میان 40 عددش امسال با استفاده داده شده است. این کارخانه ها در یک جایگی می توانند سالانه زیاد از 1 میلیارد تن تخم و بیش از 30000 تن گوشت مرغ استحصال کنند. قبلا تخم مرغ به تاجیکستان از ایران، پاکستان، هندوستان، چین و ازبکستان وارد می شد. افزایش استحصال داخلی باعث گردید که واردات تخم از این کشورها کاملا قطع گردد. اما با این وجود در کشور بالا روی یک باره نرخ تخم مرغ مشاهده می شود. اگر تابستان 10 دونه تخم 7.5 تا 8 سومانی ارزش داشت، اکنون برای همان 10 دونه تخم شما باید از 11 تا 12 سومانی پرداخت کنید. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است در قیاس با سال گذشته امسال دو برابر کمتر شهروندان خارجی را به قید مهاجرت گرفته است. تا اولی ماه دکبر شماره این مهاجران حدود 6 میلیون نفر را تشکیل داده است، در حالی که همساله این نشان داد 9 تا 11 میلیون نفر بوده است. بنابر در این مدت دریافت پتنت و جانبی از جانب مهاجران کاری نیز کم شده است. به قول وزارت این زمان حدود میلیون نفر صاحب حق موقتی و دائمی زیست میباشند. هفته گذشته палатаи савдо ва саноати Русия пешниҳод кард ки барои вуруди мутахассисон ва оилаи онҳо сабукӣ дода шавад. Ҳамчунин вазорати сохтмон ва хадамоти коммуналии Русия хоҳони сабук кардани вуруди муҳоҷирони сохтмончӣ ба Русия шуда буд. مقاماتی دوتیتونی اسفره رئیسی یک جماعت را با گمانی گرفتنی پوره در حجم 4000 دلار بازداشت کردند. از این نهاد به رادیوی آزادی با تصدیق این خبر گفتند بازداشت شده رئیسی جماعت شهرک اسفره می باشد. با اطلاع منبع او همراه با یک کارمندی کارپراتیوی تجارتی سفرا باقیه از یک استای چوبتراش برای امضا و مهر و جدا نمودن قطعه زمین 5000 دلار آمریکایی طلب کرده هنگام گرفتن 4000 آن در اتاق کاریش دستگیر شده است. منبع میگوید مرد 60 ساله‌ای که با استای چوب تراش بوده است برای ساختمان کارخانه کارسازی مواد آرایشی از چوب و تخته و مغازه برای فروش محصولات تیار نیاز به قطعه زمین داشته است. دوتیتونی شهر اسفره علیه این دو نفر با ماده 319 کدکس جنایی یعنی گرفتنی پورا پرونده آغاز کرده است. هنوز نظری دستگیر شده ها به این اتهام معلوم نیست. در تولدخانه رقم 3 شهر دوشنبه دیروز چورگونیک به دنیا آمدند. مادری نوزادها سروینوز اسکر و 34 ساله یک ساکن شهر دوشنبه است. دو پسر و دو دختر نورسید به دنیا آمدند. از این رو مادر و کودکان باید مدت در شعبه احیاگری نگهداری شوند. تولد چورگونیک ها در زایشگاه های تاجیکستان هرچند حادثه های کم نظیر است ولی در گذشته رخ داده است. با یکی از چنین خانواده ها حکومت خانه سه حجره ای تقدیم کرده بود. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پس شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماری اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می یابد. فرمانده کیهان نوردی ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اطلاع داد که روسیه سلاحی زیدمهوارایی را آزمایش کرده است. طور فرمانده گفته است این آزمایش یک جزئی برنامه است که روسیه در دایره آن سلاحی کیهانی را کار کرد و در زمین و مدار نصب می کند. با گفته مسئولان فرماندهی این اقدام با خلاف اظهارات رسمی رهبری روسیه است که گفته بود مسکو برای پیشگیری از نظامی سازی کیهان تلاش خواهد کرد. در پنتاگون نگفتند که روسیه کی این آزمایش را انجام داده است، ولی صدای آمریکا اطلاع داد که آزمایش روز چهارشنبه صورت گرفته است. در بیمارخانه های ترکمن آبادی ترکمنستان روزهای 11 و 12 دکبر 15 بیمار فوتیده است که نشانه های مبتلا شوی به کرونا ویروس را داشتند. در همین حال شماری بیماران مانند به کووید 19 در ترکمنستان با گذشت هر روز بیشتر می شود. از سوی دیگر مقامات ترکمنستان میگویند در این کشور هیچ حالت مبتلا شوی به کرونا ویروس ثبت نشده است. در بیمارخانه های ترکمنستان به بیماران شبیه گرفتاری با کرونا ویروس تشخیصی التهاب شش میگذارند. در داروخانه های ترکمنستان کمبودی دارو مشاهده می شود. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز 17 دکبر چنین تعیین کرده است.
بینندههای گرامی، این بود چند خبر و گزارش از تاجیکستان و جهان که تقدیمتون شد. با ما بودن رو فراموش نکنید و تا صحبتی دیگر خیر.